خانواده شما هم از رژیم شاه آسیب دیدن، به هر حال مدت زمان مدیدی شما از دیدن پدر محروم بودین، زندان بودن. صد رحمت به اون موقع. بعد با چراغ دنبال اون موقع بگردم. مثلا رفتیم زندان، بابا از جیبش نخوشی کشمش در می آورد به ما میداد. تفریح بود برامون زندان رفتن و دیدن بابا، چون ملاقات همه حضوری بود. ساواک بهتر عمل میکرد تا خیلی خیلی بله. اینا که میمدن خونه ما بابا رو ببرن، مامان از وقتی که اینا وارد میشدن بهشون بعدو بیرون میگفت چرا اومدین، بی خود کردین اومدین. اونا هم گفتن حاج خان ما مأمور ما معذور. یعنی چی؟ کلی باشون دعوا میکرد که شما ظالمین، شما پدر چطوری میبردن؟ میبردن خونه خیلی با احترام میبردن. یعنی مثلا خیلی با احترام میبردن. نه اصلا خیلی با احترام. اگر بابا خونه بود که با احترام میبردن، اگر بابا خونه نبود باز با احترام میومدن، با احترام میرفتن. ولی یک بار به مامان جسارت نکردیم که مثلا حاج خانم این حرفا چیه میزنی، یا برخورد کنن با مامان یا توهین به مامان بکنن. اصلا خیلی محترم میومدن، محترم میرفتن. آموزش دیده بودن فکر میکنم ما نیروهامون یا آموزش غلط دیدن یا آموزش دیده نیستن که به خودشون اجازه میدن وقتی وارد خونه ها میشن هر کاری دلشون میخواد بکنن، یا به نام اسلام خیلی احساس قدرت دارن و فکر کنن چون اسمشون اسلامه میتونن هر رفتاری رو با هر کسی بکنن. ما اسلام محدودتر میکنه. بله اگر اسلام واقعی باشه. ولی میگم اینا سوء استفاده دارن، یعنی به نام اسلام و با سوء استفاده از اسلام این کارا رو میکنن. ما اصلا این چیزا رو نمیدیدیم، اینقدر بی احترامی ما اصلا نمیدیدیم. یا هر دفعه جلوی زندان میرفتیم همه چی در نهایت خوبی بود. من به حداقل به عنوان یه بچه بیشتر از این یادم نیست چیزی. ولی این دوره کجاش اینجوری بود؟ مثلا اومدن که منو بردن زندان، مثلا تو من دختر آقای هاشمی، مثلا یه لشکر اومد منو بردن، با چه بی احترامی منو بردن؟ من چیکار کرده بودم؟ مثلا دو کلمه حرف قد زده بودم تو خونه خودم، مثلا ریختن عجیب غریب منو بردن. بیام روی حوادث پسر منو تو فرودگاه چه جوری بردن نمیدونم، اصلا یه چیزای عجیب غریبی. الان تازه اونم ماها که اینقدر تازه رعایتمون کردن، حالا با مردم عادیش کردن اینا. سرنگونی شاه الان راضی هستین؟ ببین من هنوز فکر می‌کنم انقلاب درست بود، چون شاه ظالم بود. شاه واقعا خب به حال ما زندانیان چه ظلمی چه چیزی تو ذهن آزادی هست؟ بیان نبود. یعنی وقتی کسی انتقاد میکرد یا مثلا بابا میگفت یا دیگران مثلا انتقاد میکردن به شاه چرا این کاری کرد چرا اون کاری کرد، خب اینا رو دستگیر میکرد، تو زندان شکنجه میکرد. بالاخره کشتار ما داشتیم یا کسانی که کشته شدن. نه شکنجه هاشو ما دیگه نمیدیدیم. دستگیری با احترام دیگه. دستگیری با احترام، ولی شکنجه داشت بابا. بابا پاهاش هنوزم که هنوز بود شبا میخوابید سینی میذاشت زیر پاش. یعنی اینقدر بابا خیلی شکنجه شده بود. یا مثلا آقای لاهوتی شکنجه های خیلی بدتر شده بود، چون جرمش این بود که با مجاهدین اون موقع قبل از انقلاب ارتباط داره و اصلا مثلا این رو آقای لاهوتی رو یه دستی آویزون کرده بودن توی با کابل که اینقدر یه دستی مثلا مدت طولانی آویزون کرده بودن، قلبش اصلا دچار مشکل شده بود. خیلی وحشتناک دیگران بودن، خیلی شکنجه های وحشتناک داشتن. البته حال میگم ما اونا رو نمیدیدیم، ولی اینا بدتر از اونا کردن. یعنی الان آدم جنایت شاه رو که میبینه که واقعا ظالم بود. من انقلاب رو فکر میکنم هنوز درست بود. من پشیمون نیستم از انقلاب. حالا من کاری نبودم میگم پشیمونم پشیمون نیستم، ولی در حد خودم نقش خاصی نداشتم. نه من نقشی نداشتم، یه بچه بودیم اون موقع. ولی انقلاب به نظر من درست بود، ولی متاسفانه انحراف از انقلاب اتفاق افتاد. در کارهایی که ما کردیم بدتر از شاه شد. یعنی ما روی شاه سفید کردیم.